خب بینندگان و شنوندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم که اوقات خوبی چرس کنم. چجوری میشه اوقات خوبی داشته باشین؟ ولی امیدوارم که اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز 13 ماه دسامبر هست و دلیلی که من فکر کردم چند دقیقه با شما باشم، اصرار دوستان خوب و نازنینی هست که ما وقتی گفتیم دیگه برنامه نداریم، اونها گفتن که نمیشه، شما باید برنامه داشته باشید. یکی از این دوستان بانوی گرامی هست که من از سال 2006 شادم قبل از اون با ایشون آشنا بودم و جدیدن توی فیسبوک پیداشون کردم. بعد ایشون لطف کرد و تماس گرفت با من که در رابطه با سازمان نایاک سوال و پرسش داشتن و قرار بود با هم تماس بگیریم، توی تلفن بهشون بگم و فکر کردم که توی برنامه برای دیگر دوستان هم بگیم بهتره، مخصوصا این روزها که این همه حرف درباره نایاک هست، این همه اعتراض و تظاهرات از سوئد گرفته تا کالیفرنیا گرفته و روزگار غریبی است. واقعا میشه گفت مرا دردی است یا رازی است اندر دل که گر گویم زبان سوزد و اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. اینو من از شاملو شنیده بودم، ولی فکر کنم اصل شعر متعلق به سعدی است. اگر کسی میدونه اینجا بنویسه، من توی این چت چیز به اصطلاح یوتیوب باز میذارم که شما بتونید بنویسید، یا میتونید حتی تلفن تماس بگیرید 202-695-2573. اینم مینویسم USA که بدونید آمریکا هست، میتونید پیام بذارید. حالا بعد جای دیگه وقتی هم که این برنامه رو روی یوتیوب قرار دادم، در اون قسمت کامنت میتونید شما بنویسید و پیام بذارید. متاسفانه روی فیسبوک این برنامه رو نمیتونم به صورت زنده پخش کنم، تا چند روز دیگه ما در زندان سانسور فیسبوک به سر میبریم و درباره اوضاع احوال این روزها بازم متاسفانه اگر با یکی صحبت کردی و یکم مخالف نظرش بودی، چون همه عصبانی هستن و همه نگران و اینها، فوری به شما تهمت میزنن، توهین میکنن و بهتره که اصلا یه مدتی با کسی مناظره و صحبت و این چیزا نکنیم، چون تو این سن و سال هم دیگه هیچ کسی تغییر نمیکنه. ماها درختایی هستیم که دیگه حالا تو این سن و سال اگه بخواد کسی ما رو ببنده و بکشه، ماکسیموم به جای اینکه صاف بشیم بدتر میشکنیم. پس بذاریم همین که هست باشه و بگذره و بره. اجازه بدید من لینک این برنامه رو برای دوستان روی فیسبوک بفرستم که اگر تونستن بیان صحبت کنن، نظری داشته باشن. گفتم بهتون فعلا فیسبوک ما رو در زندان خودش نگه داشته و ما، یعنی من تلویزیون مردم دوتا، نمیتونیم برنامه زنده اونجا داشته باشیم یا حتی ویدیوهامون رو هم به اصطلاح پست کنیم. پس فعلا باید با همین مردم، با همین یوتیوب چیز باشیم، لایو یوتیوب و یوتیوب ریکورد، و ببینیم که چه خواهد شد. شاهین غلامرضایی از آلمان گاهی وقتی مینویسه، لطف میکنه کامنت یا پیام صوتی میذاره. این روزا خیلی ساده شده پیام صوتی بدون هیچ پول خرج کردنی، با تلفن دستیتون بدون هیچ این شماره گرفتنی رو فیسبوک میزنید، اون میکروفون میاد و فکر کنم یه دقیقه میتونید پیام بذارید. آقای زمانیان از ایران لطف میکنه پیام میذاره، از ایشونم ممنونم. و اما دوستان، این آهنگ سلام فرمانده، بالاخره کسی متوجه شد منظور از این فرمانده کی بوده؟ هممون به خامنه ای فحش دادیم، حتی دیدم اون دکتر انیوشه حمله کرده و اینها، ولی من فکر میکنم این سلام فرمانده منظورش امام زمان بوده.
حالا اگر شما دقت کنید متوجه میشید، چون به اون میگه نمیدونم سید علی بچه ها رو هم فرا خوانده و یه کار زشت دیگه‌ای که انجام شده این بچه های دهه 90 رو آوردن و تو این کارها دخالت دادن، از تظاهرات، از اعتصاب که نه کار رو میکنن که بخوان اعتصاب کنن، ولی واقعا کار اشتباه و غلطی هست. حالا ببینیم که چه خواهد شد. و من گوش دادم با دقت وقتی که این دوستمون به من گفت، گفتم آخه این یعنی چی؟ این مثل شاه براش شعر درست کردن اینا. گو آقا این برای امام زمان خوندن و حتی توی اون میگه فرمانده امام زمان این سید علی سپاهشو خوانده و میاد، خاک بر سر کسی که نشسته باشه منتظر یه کسی که 1300 سال تو چاه زندگی کرده. و اینقدر این آخونده ها چیزهای مزخرف میگن، یکی میگه زن گرفته زنش هم ایرانیه، یکی میگه بله اون ته اصلا زندگی خیلی خوب و مجللی داره، خودشون هم نمیدونن چی بگن چون اینا همه مجموعه یه سری مزخرفات هست. ولی مهمترین چیزهایی که داره تو ایران اتفاق میفته بعد از این 80 و چند روز تظاهرات و اینا، خیلی ها میگن اختشاشات، خیلی ها میگن تظاهرات، بستگی داره به کدوم طرف باش. و متاسفانه اینها هم معیارها عوض شده، بستگی داره کی صحبت کنه. ولی اتفاق ناگواری که افتاد اینه که یه عده چه بسیجی چه آدم های معمولی این و زخمی و مجروح و حتی کشته شدن و این باعث تأسفه. من واقعا دلم میسوزه برای خانواده های هر دو طرف که عزیزان خودشون رو از دست میدن و من و شما یک هفته با شور و هیجان با اینا همراه هستیم ولی بعدش فراموش میکنیم و به اصطلاح میریم دنبال کار و زندگی خودمون. این تصویری رو که شما اینجا میبینید این تصویر مجله تایم هست، تایمز، که خب هم سکسی ترین نمیدونم مرد سال رو معرفی میکنه، هم پولدارترین رو معرفی میکنه، حالا هم آمده دخترای ایرانی عکسشون رو گذاشته و اینها رو به عنوان شجاع‌ترین، که یه مقاله هم هست، لینکی هم هست و اینها. حالا اگه من بتونم اون لینکش رو در قسمت یوتیوب توی قسمت دیسکریپشن یا توضیح برای شما قرار میدم، بهتون بذارید اینجا اگر بشه من نشون بدم که این چگونه است. اینو استاپ کنیم، اینم کار نمیکنه. بعد از 2-3 هفته اومدیم ما سراغ این، اولین چیز کامپیوترمون گفت که میخوای اپدیت کنی، گفتیم بله. همچین که اپدیت کرد روی این کامپیوتری که ما ویندوز 10 داشتیم، ویندوز رو کرد 11 و همه چیز رو ریخت به هم. و این آقای بیل گیت واقعا چه بلایی سر مردم آورده، همه چیزها رو کرد بینگ، همه چیزها رو کرد اون اکسپلورر به جای گوگل و کروم و اینها. و من یه 1.5 ساعت گرفتار بودم تا برش گردونم به ویندوز 10. حالا هم میبینم این پروگرامی که ما باش عکس عوض میکنیم، باش چیز عوض میکنیم و اینها، این متاسفانه درست کار نمیکنه. ولی اب نداره، حالا همین ما هم به اصطلاح برای تشکر و قدردانی از جنبش بانوان ایران زن زندگی آزادی این عکس باشه امروز برنامه به اصطلاح آرم برنامه ما، چون امروز با ویدیو من برنامه اجرا نکردم و فقط به صورت رادیویی هست. دوستان این زن زندگی آزادی هر کسی انتخاب کرده شعار بسیار خوبیه، بسیار مناسبیه، مناسب برای همه زمانها هست. و یادتون باشه این در رابطه با این جنبش اخیر ساخته نشده، این سالهای سال این بوده و هست. و اگر یک کمی تاریخ رو بخونید، برگردید مثلا به جنبش طاهره قرة‌العین یا دیگر بانوان ایران، میبینید که همیشه این شعار زن زندگی آزادی که به انگلیسی هم میگه women freedom و life women life freedom، اینم
این ور اون ور به اصطلاح داره جا میفته و جای خودش رو باز کرده. ولی بیام یه نگاهی بکنیم به این جنبشی که راه افتاد و هیچ کدوم از اینایی که امروز میخوان موج سواری کنن برنامه نداشتن، خبر نداشتن. حتی اون آقای طائب توی مصاحبه اومده گفته که این برنامه خارجی ها بوده و اونم میگه که حتی خارجی ها هم این قتل یا کشته شدن یا فوت و درگذشت خانم مهسا امینی واقعا برنامه همه رو به هم ریخت، از برنامه آخوندها، از برنامه گشت ارشاد، از برنامه اگر دسیسه‌ای بوده تولد توسط خارجی‌های اسرائیلی و آمریکایی و الی آخر. ولی یه چیزی رو به من و شما نشون داد، امیدوارم شما هم در این مورد نظر بدید، پیام بذارید، بنویسید تا دیگر دوستان هم متوجه بشن و من هم متوجه بشم که آیا من تنها هستم که این فکر رو میکنم یا شما هم به اصطلاح مثل من فکر میکنید. با به اصطلاح اون ماجراش اینه که مردم ایران تنها هستن و اگر بخوان بشینن منتظر امام زمان از این ور، منتظر شازده از اون ور، منتظر رجبی از اون ور، باید بهشون گفت که برو فکری بکن که ول نشستی. میبینید که مثلا مجاهدین من که ندیدم بگن چه برنامه‌ای داریم، کجا بریم، چه کار کنیم، هیچ. بعد من به دوستانی مثل آقای نیساری، مثل آقای بهرام و آبتین میگفتم دوستان شما نبودید، نکردید تو این بچه برنامه های انقلاب و تظاهرات و اعتصابات و اینها، حالا توی سنهای 50 و 60 و اینها هیجان زده شدید و خودتون نشستید در سواحل آرام با بچهتون با نوتون و بیچاره جوانهای ایران رو دست خالی توی پرانتز گاهی وقتا با قمه میفرستید جلوه اسلحه و توپ و تانک و ماشینای ضد شورش و موتورسوارا و اینها و این بیچاره ها وقتی فوت میشن، کشته میشن، زندانی میشن، یه هفته شما اسمشون رو میگید بعد یادتون میره. خلاصه آخرین نفر اینها مجید رضا رهنورد هست که مراسم یاد بودش گویا امروز قرار بوده در مشهد برگزار بشه ولی مامورین رفتن در مسجد رو بستن و نذاشتن که مردم برن. حتی میگن این حکم اعدامش رو به پدر و مادر، به خانوادهش نگفتن و مادرش در دیداری که باهاش داشته باهاش عکس هم گرفته، عکساش هم پخش شده و اینها و مادرش فکر میکرده که این آزاد میشه. البته من یه سوال دارم دیگه، حالا وقتی این ویدیوها رو نشون میدن که این آقا جوان و ورزشکاری هم بوده، فعال بوده، احتمالا از این کاراته و به اصطلاح چیزای رزمی و اینها هم بلد بوده، دو نفر رو کشته، چند نفر رو زخمی کرده، ویدیوهاش هست و اینها، چجوری مادر این جوان فکر میکرده این آزاد میشه اونم تو این ماجراهای الان؟ خب خود این جای سوال داره. بعضی از دوستان میگن آها چجوری این ویدیو این صورتش پوشیده ولی بعدن اینو دستگیر کردن، از کجا معلومه؟ در صورتی که اینها میان کیف میزنن و میرن ولی هیچ که اونها رو پیدا نمیکنه. ببینید دوستان، اونی که کیف میزنه و میره اون موقع که مامورای بسیجی و سپاهی و اینها تو خیابون نیستن، که نیروی ضد شورش تو خیابون نیست، حالا تازگی معلوم شده که اینها وقتی میان یه سری هم توی این ونا و ماشینای دیگه که میان وای میسن و درون یا اون پهبادهای کوچولویی که کامرا داره، دوربین داره، میفرسن هوا. بعد شما تو خیابون داری تظاهرات میکنی، یادم گرفتی از دو سه دفعه قبل که صورت تو بپوشونی و فلان، اینها اونا هم وای میسن از اون بالا نگاه میکنن، شما کارت که تموم شد میدوی از دو تا کوچه فرار میکنی میری خونه. خب بیا بسم الله، اونا هم فیلم رو گرفتن تا تو خونتون، تا تو حیات که اومدی، تا اونجایی که حتی رفتی سر صورت باز کردی و رفتی آب به سر صورت زدی و اینها، اینا رو قشنگ میارن روز دادگاه نشون میدن. ضمن این که اینا اصلا احتیاج ندارن به مدرک، هر کی دلشون بخواد اعدام میکنن. تو این 43 سال گذشته این کار کردن. ولی من باید از شما سوال کنم آقای نیساری، آقای آبتین،
آقای ایکس، آقای حامد اسماعیلیون، خانم مهسا، خانم مسیح علی نژاد، خانم نازنین بنیادی، مگه شما خبر ندارید با کی طرف بودید؟ اگر خبر داشتید چرا اینها رو اینجوری فرستادید بیرون؟ مثل این که بچه‌تون سرما باشه بخواد بره وایس مدرسه، اتوبوس سوارشه بره، شما با یه پیرن شورت بفرستیش. خب اشکال از شماست. اگه این پسر اومد از مدرسه مریض شده بود، هایپوترمیا بگم فکر کنم سرما زده شده بود، یا به قول خودمون بعض وقتا ممکن بگن سرما خوردگی، البته بعضی ها میگن سرما خوردگی کار به هوای سرد نداره، که من باور ندارم. مگه میشه شما سردت باشه بلرزی بعد که میای مریض نشی، سرما نخورده باشی؟ بگذاریم دوستان، اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه. از اون بدتر این فوشایی که تو تظاهرات میدن. دوستان من مأمور حکومت نظامی بودم در کمیته ویژه شهربانی شیراز و هوابرد شیراز در زندان کریم خان زند، که اون موقع زندان نبود، اون موقع اصلا هیچی نبود، زندان جدید عادل‌آباد درست شده بود، زندانی ها رو بردودن اونجا. این ساختمان قدیمی چون پشت شهربانی شیراز بود، شهربانی شیراز وقتی دست نیاز به ارتش دراز کرده بود، هوابرد افرادی رو که میفرستاد اینا جا نداشتن، ما میرفتیم توی این زندان کریم خان پشت. دوستانی که شیراز هستن میدونن الان اونجا شده بهش میگن ارگ کریم خان و جای بسیار قشنگ و اینها هم هست، و ما خیلی از این نوشته های زندانی ها روی در دیوار اون موقع نگاه میکردیم و میخندیدیم و عبرت میگرفتیم. ولی دوستان یه چیزایی بود اون موقع به جای شب، یعنی به اسم شبنامه، به جای این توییتری که الان دوستمون می‌نویسه بریم فردا فلان چهار را و اینها، شبنامه میمد. دوستان عزیز دقت کنید، توی شبنامه ها توصیه میکرد که اگر کسی عصبانی شد فوش داد، این رو ساکتش کنید، آرومش کنید، تلاش کنید، شعارهایی رو که اون یه نفر با بلنگو میده شما تکرار کنید. به اونها هم گفته بودن شما شعارهایی بدید که اطرافیان اگر به اصطلاح بیخیال وایسادن کنار خیابون، شما اونا رو تشویق کنید که به شما بپیوندن. چند روز پیش یک ویدیویی بود که در مترو شیراز یه سری خانم جوان دختر مدرسه احساساتی فوش به بسیجی و سپاهی و فلان، فلان ننت سپاهی، فلان ننت بسیجی. من از شما سوال میکنم، آدم اولی که نگاه میکنه میگه خب راست میگه دیگه، اینا ناراحتن، اونا هم حقشونه، بهشون بگیم فلان ننشون. ولی واقعا اگه شما توی اون قطار، توی اون مترو سوار باشید، از اینا فاصله نمیگیرید که اگه یه وقت اومدن دستگیرشون کنن شما جز اونا نباشید؟ پس نشون میده شعار بد افرادی رو که حتی با اینا هم دردن، هم گامن، وجه اشتراک دارن، اون افراد از خودشون دور میکنن. حالا من این تلفنم گذاشته بودم که نشون بدم، ولی میگم این دستگاه لاک شده، هیچ کاری انجام نمیده. من حتی تلاش میکنم که یه عکسی رو بیارم ببینم، ما معمولا این کاری که انجام میدیم این باز و بسته میشه، ولی ببینم حالا میشه یا نمیشه. خدا ذلیل نکنه این آقای بیل گیت و این ماجرای به اصطلاح. خیلی عکس ها گذاشته بودم، مثلا حکم اعدام یه سرگرد عباس سارونی که همین امسال گویا اجرا شده، میگه این آقا وقتی که سر کار نبوده، با وجودی که سرگرد بوده، یه نفر کشته، خانواده اون مقتول به اصطلاح به عنوان قصاص از دادگاه قصاص طلب کردن. دادگاه هم این آقا رو که مأمور ناجا بوده اعدام کرده. باورتون میشه؟ یه ویدیوی دیگه هست از آقای علی دایی، این فوتبالیستی که با اون لحن زیباش، میدونید لکنت زبون داره آقای دایی، شادم به همین خاطر فوتبالیست خوبی شده. در هر صورت میاد گویا کیفشو زدن یا یه چند نفر با قمه حمله کردن و اینها،
آقای دایی هم با شور و هیجان ازش میپرسن خب حالا شما اینا رو میبخشی؟ میگه نه، مسئله من نیست که ببخشم، این یه چیز اجتماعیه. اگه یکی با غم اومد تو خیابون امنیت اجتماع رو به هم زد، دیگه بین مردم هست. میدونید که مثلا این ماجرایی که دادستان میاد، دوستان یه وقت من و شما جر و دعوام میشه، شکایت میشه، شما از من پول طلبکاری میری، یه وکیل استخدام میکنی، وکیل شما میاد منو میبره دادگاه. ولی اگه اشتباه نکنم اون وقتا میگفتن مدعی العموم یا دادستان، که یعنی این وکیل مردمه. دادستان جرمای دولتی رو دادستان میاد توی دادگاه قرائت میکنه. بعد حالا اگه من یا شما به اصطلاح متهم باشیم، حالا یا پول داریم وکیل استخدام میکنیم یا نداریم، دولت بهمون وکیل تسخیری میده که وکیل تسخیری اصلا به درد نمیخوره. این وکلای تسخیری بهش اینجا میگن پروبونو، میان یه کاری انجام میدن که به اصطلاح پروندهشون رو تکمیل کنن، بگن ما 300 تا پرونده مثلا پروبونو یا تسخیری داشتیم و اینها، در هر صورت به جایی نمیرسه. خب من نمیخوام امروز طولانی صحبت کنم، فقط میخواستم تشکر کنم از اون بانوی عزیزی که با وجودی که من برنامه ندارم لطف کرده و حمایت کرده، تشکر کنم از دوستان دیگه‌ای که باز میگن آقا بیا برنامه بذار. و باور کنید پیش خودم فکر کردم که خب اگر هر کسی که حمایت میکنه و ما هم احساس میکنیم مدیون هستیم، خب بعدش بیاین برنامه اجرا کنیم، هم روش خوبی میشه و هم اون طرف متوجه میشه اون حمایت کرده، ما رو مجبور کرده بیان برنامه بذاریم. در صورت من هدفم اینه که برنامه نذارم. تلویزیون مردم، مردم tv.com، صفحه فیسبوک مردم تیوی و مردمریپورت.com رو گذاشتم برای فروش. اگر کسی مایل باشه که امشب که میاد شروع میکنه، فردا 20,000 نفر از این ور و اون ور، حدود 25,000 نفر، ولی من میگم 20,000 نفر که بتونیم با عددم نشون بدیم، 20,000 نفر بتونن به اصطلاح تماشاچی باشن، پای روزش بشینن، پای معرکش بشینن، از این ماجرا میتونن تماس بگیرن با من. تلویزیون مردم که اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان هست از سال 2003 تا حالا، و مردمریپورت.com که اونم از سال 2009 تا امروز، این هر دو رو یا تک تک رو میتونن به اصطلاح معامله کنن، بخرن یا تماس بگیرید. یک تماس بگیرید با همین شماره تلفنی که روی یوتیوب نوشتم و اون پایین در قسمت به اصطلاح توضیحاتم می نویسم. چیزهای به اصطلاح من همیشه سعی کردم خیلی ساده باشن. اینفورمیشن هامون مثلا ایمیلمون هست info@mardomtv، نمیگم سوربی فلان تاریخ اندرلاین خط فاصله ویرگول. دیدم یه برنامه تو ایران گذاشتن ویرگول پلاس، یه برنامه دیگه گذاشتن مثبت جوانان. اتفاقی مصاحبه کرده با آقای احمدی نژاد، حتما برید ببینید. اون ویرگول پلاس یه آدم جوونی میاد میخواد مصاحبه کنه، ولی این عشق و شهوت این که خودش به مردم بگه خیلی میدونه، برنامه رو کاملا خراب کرده. نمیدونم یه جورایی مثل اون عبدی مدیا هست، حالا اینا یکی هستن یا نیستن نمیدونم. خلاصه هر آخوندزاده آقازادهی یه برنامه رو انداخته و اگر شما هم میخواین که برنامه ای داشته باشید، مردمتیوی.com، مردمریپورت.com و فیسبوک مردم تیوی به اصطلاح میتونه به شما انتقال داده بشه یا ما به شما واگذار کنیم. چند تا عکس بود میخواستم بهتون نشون بدم که متاسفانه این دستگاه اینجوری گیر کرده. ببینم من شاید بتونم به این وسیله بیارمشون اینجا، بگم ایمیج، ببینم اینجوری میشه کارمون. میگه که براوز، میگیم روی دسکتاپ، فکر کنم میشه اینجوری هم یه توضیح بدیم. کجان گذاشتیمش؟ توی قسمت ایران. اینا رو از قسمت این میذاریم تا آن یکی یکی میگه بیار، باشه اب نده، ما یکی یکی میاریم اینو. مثلا الان خب مثل که اینجوری
آمد. بذارید بهتون نشون بدم ببینم میشه اینجوری یا نه. خب این جالبه، مثلا این رأی دادگاه نظامی در مورد مهدی رضایی. خانواده رضایی ها که میدونید مجاهد بودن و اینا گویا سه تا از برادراشون رو ساواک و اینها گرفته بود و کشته بود و اینها، و اینا خانواده شهید بودن، ولی متاسفانه بعد از انقلاب هم آخوندا هم به اصطلاح به اینها روی خوشی نشون ندادن و اونها هم در افتادن و کشتن این بیچاره ها رو. و اینه، بذارید من عکس اصلیش اینه، برای من خیلی جالب بود، نوشته اعدام تو پرانتز 3 بار، 10 سال حبس 3 بار، 3 سال حبس 1 بار، 1 سال حبس تعبیدی 1 بار. بعد زیرش هم نوشته که متهم از رأی صادره تقاضای تجدید نظر کرده. خب بذارید من عکسای دیگرم اینجا بیارم و ببینیم میتونیم نشون بدیم. وقتی که با یه دستگاه خودمون رو آماده میکنیم ولی اون دستگاه کار نمیکنه، سیستم ما رو میریزه به هم. بله، اینم یه عکس دیگه که جالبه. مثلا دیدید که در استرالیا به گوگوش و به اون ساسامی چی اسمش سیسی نمیدونم ساسید مانکن اعتراض کردن و اینها. گفتم خب ببین مثلا این آقای کیانوش رستمی نوشته امید دارم با برداشتن وزنه بتوانم غم این دوران را از روی دوش مردمم کم کنم. حالا چقدرش حسن نیته چقدرش کاسبیه من کاری ندارم. یعنی اینجوری باشه آقای کیانوش رستمی، فوتبالیستان باید میگفتن ما اومدیم که ببریم که غم رو از روی دوش مردم کم کنیم، ولی دیدید که با چه بی‌آبرویی مردم به اصطلاح باهاشون روبرو شدن. خانم گوگوش هم میتونست بگه من اومدم بخونم که غمتون رو کم کنم. آقای شمازاده بعد از کشیدن این همه مواد که خودش توی گزارشایی که چند سال پیش مصاحبه کرده میگفت ما یه موادی میکشیدیم به این نام به این نام، اصلا من تعجب میکردم که اینا چجوری زنده هستن. البته خب میدونید الان تو این سن و سال بنده خدا دلا دلا را میره. بعد اون روز نوشته بود که نایاک تو نماینده ما در 43 سال گذشته نیستی. گفتم آقا نایاک 20 سال باز شده. برگردیم من یه توضیح هم راجع به این نایاک بهتون بدم دوستان، یا بریم این عکس‌ها رو تموم کنیم بعداً تا این عکس‌ها هستن. فعلا این عکس اولی بود که من می‌خواستم بهتون نشون بدم، خیلی قشنگ درستش کرده، هر کسی این صورت خودش اینجوری نقاشی کرده، عکس پرچم سبز و سفید و قرمز و از چشمش داره خون میباره. میدونید وقتی خیلی کسی ناراحته میگن طرف خون گریه میکرد. از این ورم مثل میله های زندان گذاشته و اینا، این هر کسی اینو درست کرده یا ایده هر کسی بوده بسیار عالی بوده. و اما این آقایی رو هم که اعدام کردن و اون یکی دیگه دو نفر، یکیش اون شهید محسن شکاریه و از هر دو طرف که کشته میشه آخون اون میگه اونا شهیدن، مردم هم اینا رو شهید میدونن و چه شود بعدن من نمیدونم چجوری این مملکت اصلا میتونه دوام بیاره. مملکتی که هنوز ضربایی رو که از جنگ خورده، شهدایی رو که توی جنگ از دست داده، جانبازانی که بهشون واقعا خیانت شد و اینا رو اونجوری که باید و شاید ازشون مراقبت و مواظبت نکردن. اینم شماره تلفن‌هایی که گفتم و اینفورمیشن داشتم بهتون میدادم. تمام این وبسایت‌های ما مردم tv.com، مردمreport.com، شماره تلفنی ما که روی واتساپ هم هست همین 201-202-695-2573 و info@mardomtv.com تماس بگیرید تا با هم صحبت کنیم. شاید الان مثل که سالگرد اعدام روح الله زمه و بهتون گفتم دو بار این با من تماس گرفت و میخواست بخره، ولی چون ذات آخوندی داشت از طرفی من فکر میکنم یه جوری میخواست کلا سر من بذاره و اینا رو از دست من در بیاره. و این هم داستان
United Nation UN سازمان ملل و میگن بعد از این همه سرصدایی که کردن این الان شورای حقوق بشر اینجوریه داره عرق خودش رو خوش میکنه و فلان. اون بالا هم دو تا دکمه است، یکیش نوشته وحشت زده، یکیش نوشته بهت زده. دوستان عزیز، اگر به انتظار سازمان ملل بیدل نشستی، برو فکری بکن که ول نشستی. اگه میخواین سازمان ملل بشناسید، برید توی وبسایت خودشون بنویسید اسرائیل، چی میگن به اصطلاح، قطعنامه ها، رزولوشن هایی که برای اسرائیل صادر کرده، ببینید چجوری هست. و اینها یه برنامه خیلی خوبی هم این آقای هومن دیوید یا داوید، نمیدونم ایشون کلیمیه، اگرم باشه اهل مشهد، خیلی آدم فعالی، همه دنیا رو تقریبا گشته با موتور و ماشین و دوچرخه و اینها، ولی الان برای تلویزیون من و تو کار میکنه و گزارش های خیلی خوبی با زبان خیلی ساده و خودمونی درست میکنه. تقریبا 3.5 ساعت برنامه درست کرده بود راجع به اسرائیل. اینم دوستان، اون آقایی که بهتون گفتم حکم اعدام سرگرد عباس سارویی همین امسال اجرا شد، که گویا این در موقعی که سر کار نبوده به اصطلاح یه نفر رو کشته و نمیدونم به اونایی که چیز هستن چی میگن، یا کلمش الان یادم رفته، صاحب خون به اصطلاح، اومدن تقاضای قصاص کردن و نبخشیدن، قصاص کردن و نبخشیدن و این آقا اعدام شده. اینو اونایی که طرفدار این هستن که آقا قانون هست باید برای هر دو طرف اجرا بشه، البته من به دو طرفشون میگم، اون آقای بابک زنجانی یادتونه دوستان، مگه قرار نبود این اعدام بشه؟ 5 سال پیش حکمش اعدام بوده، مگه قرار نیست این حکمایی که دادگاه چی میده بفتن اون بر اجرای حکم، یه روزم طرفو بکشن بالا؟ اصلا الان به جای رسیده میگن بابک زندانی دیگه در زندان نیست، در خدا میدونه کدام شهر خونه های ویلایی داره اونجا زندگی میکنه. اگه کسی خبری از این داره بگه. اون یکی دیگه شهرام جزائری یادتونه رفت زندان و آمد و الان یه مصاحبه کرده بود با اون رشید پوره یا رشید زاده، که این آقا هم فکر میکنه که ببخشید نمیدونم از فلان جای فیل افتاده، چقدر گوینده متبهریه، اینم بابا جون چون بابا شهید بوده و پارتی داشته و اینها اومده. خلاصه روزگار غریبیه تو ایران، نمیدونم، گاهی وقتا میگم که شاید من باید از این آخوندا تشکر کنم که اینها با کارایی کردن و عدم مدیریت 5 سال اول تو ایران و اینها دلیلی شدن که من مهاجرت کنم و بیام بیرون و دنیا رو ببینم، آلمان رو ببینم، آمریکا رو ببینم، اروپا رو ببینم، کشورهای دیگر رو ببینم و حتی علم امروز اگر کلام هم بیفته ایران دیگه نخوام برم برگردم بیام. نمیدونم، خلاصه اوضاع خیلی بدی هست و نگران کننده. بذارید ببینیم حالا این تصویر چی شد. میگه که کنسل، بله کنسل، این دوباره اومد. اوکی، بسیار عالی، خوشحالم تونستم عکس‌ها رو بهتون نشون بدم. خب من هنوز نایاکو نگفتم، براتون اینجا نایاکو بنویسم که توضیح داده باشم. نایاک از ابتدا تا امروز. دوستان، این نایاک به وسیله آقای تریتا پارسی و آقای هوشنگ امیراحمدی و یه چند نفر دیگه درست شد که همون اول کار اینا با هم اختلاف پیدا کردن. نایاک رو رفت با تریتا پارسی و هوشنگ امیراحمدی هم رفت چندین سازمان باز کرد، توی مصاحبه هاشم هست با همین آقای حسین دهباشی که میگه یه جا 600 هزار دلار گرفتم، یه جا اینقدر گرفتم. انسان واردی هست، سیاست آمریکا و به اصطلاح اینها رو بلده چجوری باشون کار کنه، چجوری ازشون پول بگیره. حتی برای تلویزیون اون آقای شهرام هاشمی زاده که مرد و رفت و این آقای شهرام و همایون هم مدتی از این ور اونور این آقای هوشنگ امیراحمدی پول میگرفت، پول جمع میکرد
ولی هیچ وقت متاسفانه این کار رو برای ما انجام نداد، با وجودی که من رفتم نیوجرسی و اونجا به اصطلاح یه روز رفتم براش اون استادیوش درست کردم و اینها. البته بابت اون روز به من دستمزد داد که خب حقم بوده، رفتم باشم تی کرده بودم که من امروز اینقدر ساعت رانندگی میکنم میام و برمیگردم تمام روز و اینها، صبح زود رفتم آخر شب دیر وقت خسته برگشتم و اینها. میخوام بهتون بگم این افراد میدونن چه کار کنن. حالا باز برگردیم به نایاک. نایاک به غیر از این که خود این تریتا پارسی یه آدمیه که من فکر میکنم درس به اصطلاح پالیتیکال ساینس خونده، یعنی علوم سیاسی خونده، همونجا سوئد هم که بوده و آمریکا هم که اومده خودشو آشنا کرده، سوراخ‌های دعا اوی زبان همه اینا رو یاد گرفته، یه سازمانی درست کرده. دوستان من و شما هنوز تفاوت نهضت، تفاوت سازمان، تفاوت حزب، تفاوت آدمای مستقل رو نمیدونیم. حتی این جدیدن دیدم بیچاره رضا پهلوی داره برای مردم کالیفرنیا توضیح میده، مردم که نمیتونن با هم مؤتلف بشن، احزاب با هم ائتلاف میکنن. گفتم حالا بیا آقا رضا بفهم ما چی کشیدیم از دست این مردمی که دو تا کلمه رو بلد نیستن ولی هر روز مثل توتی تکرار میکنن. اینقدر اومد به مردم باز گفت که این آقا کننده کار نیست، این آقا نمیخواد پادشاه بشه، این آقا اگرم بخواد کاری بشه رئیس جمهوره، اونم نه حالا. و من از شما پرسیدم کنم کسی که 63 4 سال یه روز در زندگیش کار از صبح تا غروب انجام نداده، شما حاضرید استخدامش کنید؟ برای چه کاری حاضرید استخدامش کنید؟ حاضرید شرکت تو بدید دستش؟ حاضرید دکون نونوایی تو بدید دستش؟ حاضرید دکون قصابی تو بدید دستش؟ حاضرید تاکسی تو بدی بهش بره برات رانندگی کنه؟ من حاضر نیستم. بماند. باز برگردیم برای نیاک. ببینید دوست عزیز، نیاک این سازمان رو درست کرد. و یه چیز جالب تر براتون بگم، خب اون وقتا ما که تو تلویزیون بودیم هر کسی میومد میگه آقای سولو چرا یه مصاحبه با فلانی نمیکنی؟ میگفتم فلانی کیه؟ میگه آقا اینا شروع کردن اینجوری هن جوون هن فلان. خب من با کدوم دات کام با نیاک اولین مصاحبه رو من انجام دادم، از همین تریتا پارسی سوال کنیم. اون آقای ستوده بود، سیامک ستوده، کتاب ضد قرآن و ضد اسلام و ضد آخوند نوشت، هیچ کس جرأت نمیکرد باهاش مصاحبه کنه. اولین مصاحبه رو من باهاش انجام دادم. کردا، دوستای کرد که هیچ کس بهشون وقت نمیداد، اولین مصاحبه، اولین وقت برنامه رو من بهشون دادم. دوستان ترکی که دیگران میگفتن اینا تجزیه طلبن، اولین برنامه های تلویزیونی رو من بهشون دادم. دوستان بهایی اینقدر ما بهشون تلویزیون مردم برنامه دادیم که من هر جا میرفتم این دوستان بهایی به من میگفتن الله و ابها. خب برنامه دادیم و خودشون هم فعال بودن و شناخته شدن و رفت دنبال جوانایی که توی علوم سیاسی درس میخوندن، اینا رو آورد، اینا رو درگیر کرده با پول جمع کردن و نمیدونم فاندریزینگ و برنامه گذاشتن و چند تا اسم مهمم آورد، این که دکتر حکاک، اون که دکتر پروفسور آقای نادر فیروزی، اینا رو آورد. میدونید این کارو میکنن، میذارن توی به اصطلاح هیئت، چی بهشون میگن، معتمدین، چی میگن مال کورپوریشن ها، اینجا بهشون میگن دایرکتورز، خب بورد آف دایرکتور گذاشت، از بابت اینا پول جمع کرد، زندگی کرد، زن گرفت، بچه گرفت، بعدم گویا داداشم توی سوئد گذاشته سر کار، که همین هفته پیش اینجوری بود. ببینید نایاک رو چون افراد سلطنت طلب، خارج نشین، مجاهد، اینها نتونستن جلبش کنن، جذبش کنن، جمهوری اسلامی آمد اینا رو جلب و جذب کرد. حالا پولشون میده، حتما میده، حقوق میده، حتما میده. من نمیدونم من و شما چرا کمکاری خودمون نمیایم خودمون رو اصلاح کنیم، میریم به دیگران. البته میدونم اگه میخواین بفهمید، شما وقتی میرید بازار مایفروشا نگاه کنید، همه این حیوانا
تو چیزایی که هستن درشون بسته، قفسشون بسته، بغیر از خرچنگ. خرچنگا رو میریزن توی سبدی، سرش هم بازه، ولی هیچ کدوم از این خرچنگا بیرون نمیاد. همچین که داره میاد بالا، اون یکی دیگه پاشو میگیره، اون میخواد بیاد بالا، این میره پایین. ماها شدیم مثل خرچنگ در دنیای به اصطلاح این بازار ماهی یا فیش مارکت. هی به این اون میگیم شما الان آقای این کیه، رجبیه، کیه این؟ اون وقتا میدونی تو ایران یکی بود بهش میگفتن بسیجی دهنگشاد. من اصلا قیافه اینو که میبینم یاد اون میفتم. هی میره اینجا پرستویی رو میگیره، نمیدونم آقای حکاک و آقای حکاک فکر کنم الان 80 سالشه، بهش توهین میکنه، اون یکی علیزاده فلان اینا. آقا شماها برین این همه آدم سلطنت طلب توی وا کالیفرنیا هست، اینها رو پیدا کنید، نیروهایی که باهاتون موافقن اینها رو جمع کنید، از این نیروها استفاده کنید. چرا وقت خودتون رو با اون نیروها به اصطلاح از بین میبرید، تلف میکنید، تازه اونها رو معروف میکنید. خیلی جالب بود، امروز دیدم آقای داریوش سجادی یه عده رفتن جلو خونش تظاهرات اعتراضات، اینم با زرنگی خاصی اومده همون فیلم اونا رو گذاشته، میخواستم زیرش بنویسم آقای داریوش سجادی شما که ایران میری و میای و شایعاتی از حقوق میگیری و اینها، این کاری که اینا کردن الان شما میتونی بری نشون بدی، بگی آقا ببین جان من در خطره، حقوق زیادتر بدید تا ماشین بهتری بگیرم، خونه بهتری بگیرم و الی آخر. حالا ببینیم چی میشه. اگه نظری هم درباره آقای داریوش سجادی دارید همینجا بنویسید. ماجرای داستان سازمان نیاک بسیار ساده است. یه سازمانی یه نفر تولید شروع کرد و اینها، خب دنبال کار و زندگی و جوونم بود، حقوق میخواست، حالا شما نتونستید اونو جذب کنید، رفته آخونده ازش استفاده میکنید و کاراش هم قانونیه. دیدید که حتی اون آقای حسن دایی با این همه پول و وکیلی که داشت اونم نتونست، به اصطلاح رفتن یه دادگاهی که حالا دوتاشون هم میگن ما پیروز شدیم. اینم دیگه یکی از معجزات ما ایرانی هاست که وقتی میریم دادگاه دوتامون که میان بیرون هر دو میگیم پیروز شدیم. خب تو این فاصله که من برنامه نداشتم دوستان، اون انتخابات میان دوره ای آمریکا توی ماه نوامبر انجام شد. بعد جالب اینجاست، تمام افرادی چه نماینده مجلس چه سناتور که توسط ترامپ شارلاتان تبلیغ شده بود براشون یا معرفی شده بودن، اینا همه باختن، به صورتی باختن که اینا که منتظر بودن خودشون میگفتن یک موج یا یک طوفان قرمز، یعنی جمهوری خواه ها خودشون رو قرمز میدونن، دموکرات ها خودشون رو آبی میدونن. حالا از اون ور سمبولشون اون فیل این الاغ اینها کاری نداریم، ولی رنگشون اینه. میگفتن یک رد ویو، یک به اصطلاح طوفان، یه موج قرمز میاد و دیدیم که اصلا اینجوری نشد. خب الان وایت هاوس که یعنی قوه اجرایه میشه دیگه، اگزیکیتیو برانچ، این دموکرات آقای بایدن، مجلس فقط عوض شده ریپابلیک، و سنا تازه یه دونه هم به نفعش شده 51. البته این خانم سینما اسمش پاملیش هست، مال آریزونا، دیروز یا پریروز اعلام کرد که میخواد از دموکراتا به اصطلاح اسم خودش رو بیار بیرون و بره جزو مستقل بشه. هیچ اشکالی هم نداره، اینجا قبلا هم اون لیبرمن بود، هی عوض میکرد، ریپابلیک، دموکرات، مستقل. آقای چیز رو داریم که میخواست رئیس جمهور بشه، بگید، پیرمردی هست، عجب اسما یادون میره. در صورت این هم انتخابات میان دوره‌ای، و از موقعی که انتخابات میان دوره‌ای ریپابلیکن ها میشه گفت باختن، ترامپ هم دوستای خودشو داره، چون آخه اینا دوستش که نبودن، اینا تا پولداری رفیقتم رفیق بند کیفتم بودن، اینها یکی یکی ازش فاصله میگیرن و ترامپ از اون ور یکی یکی پرونده های نمیدونم اختلاس و مالیات ندادن و اینها یکی یکی داره میاد. مثلا یه جاش 17 تا جرم براش شناختن، هر 17 تا رو میدونید اینجوریه، اول شما متهم میشی، بعد
میری دادگاه، بعد اونجا میخونن، اونجا اگه مجرم شدی محکوم شدی اون وقت بهت میگن چه جرم چیه، باید چه محکومیتی رو طی کنی. حالا باید صبر کنیم تا ببینیم چی میشه. و اما از اون براتون گفتم که نوشته بود سالگرد قتل ناجوانمردانه روح الله زم. دوستان یادتون باشه، شما وقتی میای تو خیابون میگی میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم، یعنی دعا داری شعار جنگ میدی. اینم اون شعار اشتباهه. اصل ماجرا اصلا چرا بگی من میمیرم؟ اگه کسی میخواد بجنگه، کدوم جای ارتش شما دیدید یک نیروی را بیفته خداحافظی کنه با زن بچهش بگی من دارم میرم میجنگم بمیرم؟ همه میگن ما میریم میجنگیم پیروز بشیم غنیمت بیاریم کشورگشایی کنیم، ولی همینایی که میرن ممکنه بمیرن. شعارا غلط، افرادی که در صدر کار نیستن چون خلأ رهبر هست خودشون رو در صدر کار حساب میکنن. این روزان با یه تلفن 20 دلاری میذاری دستت اینستاگرام و هی برات پخش میکنن، هی یکی میاد قربونت برم دلیره نمیدونم آقای آپتیمیسم نمیدونم، اون یکی میاد مینسه لور غیور، اون یکی مینسه ترک غیور، که خود همه اینا اختلاف. یه بحثی رو نگاه میکردم الان یادم نیست کجاست، گفت آقا اینقدر هی نگید اقوام ایرانی. مگه ما نمیگفتیم تو ایران برو قوم خیشتو بیار؟ قوم اقوام یعنی کسایی که به هم یکی هستن، با هم هستن. حالا شما کلمه اقوام و گروه ها و ملیت ها و مردم ها رو استفاده میکنید که تفرقه ایجاد کنید. امیدواریم بگذره به خیر، بگذره به قول معروف تو ایران میگن ختم به خیر شد. خب اینجا یادداشت کرده بودم. آهان، حالا که صحبت از جوانمرد شد، از آقای جوانمردی چه خبر؟ علی جوانمردی که با شور و هیجان تا حالا میتونم بگم 20 بار اعلام کرده که خامنه ای مرده، 20 بار اعلام کرده که اینی که شما میبینید بدلشه، 20 بار اعلام کرده پسر خامنه ای با هواپیما و خر و الاغش از ایران رفت، 20 بار اعلام کرده که حکومت ایران فرو ریخت. و من آخرین ویدیویی که دیدم متوجه شدم خیلی افسرده شده. البته 20 بارم اعلام کرده پرستو فرستادن تا ایشون رو هم برگردونه به لانه و آشیانه. امیدوارم به اصطلاح جون سالم به در ببرن این دوستان، و من امیدوارم بیشتر فکر کنن کمتر احساساتی عمل کنن. امیدوارم این توضیحی که درباره این نیاک دادم برای اون دوستی که به من گفته بود شما که میدونی توضیح بده قانع کننده باشه و کافی باشه. اگر باز هم احتیاج بود شما هم از طریق تکست دوست عزیز میتونید با من تماس بگیرید، هم از لحاظ از طریق ایمیل. تکست من همون 202-695-2573، ایمیل من info@mardomtv.com است. و اما شازده هم که بالاخره آمد و گفت و که ایشون با کسی همکاری نمی کنه و بهتر احزاب برن با هم ائتلاف کنن، چون چند روز گذشته عکس‌های این ور و پخش میشد که هی میگفتن که بذارید من ببینم میتونم باز این نوشته‌ها رو اینجوری به شما نشون بدم، که میگفتن که چرا نازنین بنیادی با مسیح علی نژاد، با حامد اسماعیلیون، با رضا پهلوی اینها با هم ائتلاف نمیکنن. اولا باز جالبه که هیچ کس حرفی از مجاهدین نمیزنه. من حتی برای آقای غلام ترشیزی نوشتم آقای ترشیزی مجاهدین کجا هستن، چرا خبری ازشون نیست؟ ولی هیچ چیزی به اصطلاح من نشنیدم. شما اگه خوندید و نوشتید برای منم بفرستید. خب یه آقای هست جادی که به این میگن استیو جاب ایران، جادی میرمیرانی با قید وثیقه آزاد شد. خب اینم خبر خوبیه. و بذارید ببینم عکسشو چجوری من میتونم اینجا بفرستم روی این. آره اینه جادی با قید وثیقه آزاد شد. تبریک میگم به تمام هوادارانش و خانوادهش. انسان بسیار فعال، دانا و
کسی هست که دوستان وقتی یه برنامه رو درست میکنه به کسی یاد میده، سر کلاس میره، بعد اون برنامه رو میسازه برای دیگران و میگه شما حالا میتونید بیاین مجانی به اصطلاح استفاده کنین. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم و امیدوارم بتونم از چیزایی کارایی که انجام داده یاد بگیرم. و اما ببینم دیگه اینجا چی نوشتم، همین این شعار می جنگیم می جنگیم ایران رو پس می گیریم یا می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم کاملا غلطه، چون با این دارین به اصطلاح اعلام جنگ می کنید. دیدم هفته پیش، دو سه روز پیش، یعنی یه راهپیمایی سکوت. دوستان یادتونه من تو برنامه هم میگفتم بابا برید ببینید این گاندی چه کار کرد، ببینید برید این آقای مارتن لوتر کینگ چه کار کرد. اونا هم گفتن نه آقا اینا خونخارا جلوشون. میگم آقا ارتش انگلستان جلو گاندی بود، ارتش و پلیس آمریکا جلو مارتن لوتر کینگ بود. برید ببینید چجوری سگا رو ول میکنن اینا رو گاز میگیرن، ببینید چجوری بهش شلیک میکنن، برید ببینید چجوری بهشون گاز اشکاور میزنن. یه عده بی سواد همینجور توی توییتر و این ور برای خودشون میچرخن و فکر میکنن همه چی رو بلدن. یکی از این خانمای جوان به من نوشته بود شما باید بری نمیدونم تراپی. نوشتم منظور شما از تراپی چیه؟ ماساژ تراپی داری یا چی داری؟ بعدم شما خودت میری؟ اگه میری کجاست تا من با اونا تماس بگیرم ببینم شما؟ آخه این چیه تا یه نفر یه چیزی میگه و شما جواب نداری بهش میدی، بهش توهین میکنی؟ یه گشتی بزنیم، کاش که این میشد من بهتون نشون بدم که توی توییتر چه چیزایی مینویسن، توی لینکدین. چون من این هفته گذشته از فیسبوک نمیتونستم استفاده کنم، بیشتر تو توییتر و توی میدونی یه کلمه هست بهش میگن وبگردی. یادتونه اون وقتا پدر و مادرمون میگن میگفتن تا کی میخوای ولگردی کنی، بیا خونه درستو بخون. حالا یه چیزی راه افتاده وبگردی، وب همین چی میگن اینترنت و صفحات مجازی و اینها رو هی میچرخن از این به اون از اون به اون. من اون روز برای یه نفر نوشتم آقا شما با من هستی؟ نوشت نه. گفتم والا من نمیفهمم. یک نفر یه چیزی رو مینویسی، بعد دیدم این 13 نفر دیگه اضافه شدن، بعد نمیفهمیم کی به کیه. یه جوک خیلی قشنگه ولی بده، نمیشه تو رادیو تلویزیون بگم. ماجرایی که طرف زنگ میزنه به اون شرکتی که اون آقا رو فرستاده بودن، میگه آقا این کسی که پشت دره شما فرستادی؟ میگه نشونش چیه؟ میگه این. میگه بله. میگه این میدونه کی باید کیو فلان. نمیدونم چجوری براتون بگم. حالا این هم ماجراهای وبگردی های ما هست. در صورت دوستان من 52 دقیقه با شما بودم، خیلی خوشحالم. و در رابطه با این اعلام جنگ دادن، بله من بهتون میگم سرباز هوابرد بودیم، میرفتیم 10-12 کیلو کوله پشتی و اینها، اون چتری که پشتته یا اون چتری که تو سینته، چتر به اصطلاح استراری تو سینته، چتری که معمولی تو پشتت بسته که اون بندش به هواپیماست، وقتی میپری بیرون بعد از 5 ثانیه اون باز میشه، اگه باز نشد اون وقت شما اون چتر نجات بهش میگن که تو سینت هست بسته میشه. این دوتا رو شما اگه ببندید، فکر میکنم نمیدونم اون وقتا چقدر بود، جوان بودیم حالیمون نبود، فکر کنم 10-15 کیلو وزنش باشه. با اینا وقتی میرفتی میدویدی بعد میمدن، حالا اینا رو میذاشتن زمین، میرفتی دوباره اون به اصطلاح شعار دادن و اینها که الان درست یادم نیست، ولی اون استواری که مثلا جلو میرفت، بعد جلو نمیرفت بغل میرفت، چون اونجوری بغل که برن اونا دایره کمتری دور میزنن، کمتر خسته میشن. شما توی زمین دور که داری میدوی، اونی که دورتر میدوه دور اون دایرهش بیشتره. به همین خاطر شروع مسابقات اگه نگاه کنی همشون از یه خط نمیدوند، برای 100 متر 200 متر ببینی جلو عقب میدوند، برای که این طول این محیط دایره ها یا اون قطر دایره ها با هم فرق میکنه. بگذاریم، شعار میداد میگفت رفتم جبهه، نمیدونم دشمن دیدم، خنجر کشیدم سینهش دریدم. این شعار میداد، نه می جنگیم نمیدونم میمیریم. خب اینه والا نمیدونم، طرف گفت بیا
اون وقتا میمدن میگفتن که دیروز فلانی شهید شد، فردا ما قوی تر میریم، حالا امروز میگه دیروز دوست ما رو گرفتن، بیان براشون هشتگ بزنید. خب این هشتگ من براتون الان میخونم، یه هشتگ دیروز اومده بود نوشته بود از هشتگ خیابانها را فتح میکنیم شروع کردیم، امروز رسیدیم به هشتگ نه به اعدام. خیابانی فتح نشد، اونها خیابانهای بیشتری دستشونه، ولی زندانها پر شد و واقعا ننگ بر اونهایی که دانسته و نادانسته. من میدونم، باور دارم که بعضی ها نادانسته از سر احساسات صرفا به این دلیل که بچه خودشون نیست، نوه خودشون نیست، فکر نمی کنن، اینا رو میفرستن تو خیابون. در هر صورت این ماجرا یک فیلمی بود از آقای علی دایی، غم کشی و رضایت و اینها، که میخواستم پخش کنم، نمیدونم بتونم اینجوری پخش کنم یا نه، ولی توی لینکدین بود. حالا توی لینکدینم که ما میایم اینجا ببینم گذاشتمش یا نه، فکر کنم این باشه. یک لحظه، بله، صداشو براتون پخش میکنم. نه، رضایت دادن یه اشتباه بزرگه. این تنها خودم نبودم، این یه مسئله آسیب اجتماعیه. بله. اجتماعی یعنی به مردم ربط داره، به من ربط نداره. اونایی هم که به این شکل وحشیانه مثلا با غمه میاد، نمیدونم زنجیره بالا من اون زد، نمیدونم چی به این خانمو میزنه. شما حسابشو بکن چقدر آرامشو از اینا میگیره. به نصرالدین گفتن که این گاوه شما لگد زده به گاوه ما، گاوه ما رو کشته، این تاوان داره؟ گفتش که چه تاوانی داره، گاو شورش نرسی بذاری. گفتم که ببخشین اشتباه کردیم، ما گاو ما لگد زده به گاوه شما، گاوه شما رو. گفت بله، بعضی از فقها فتوا دادن که تاوان داره. این درسته که آدم، ببینید دوستان، این آقای الهی قمشه‌ای اگه اشتباه نکنم، مثال ملا نصرالدین میاره، میگه آقای علی دایی روز که کیف شما یا کیف فامیل یا کیف مشتریتون رو زدن، اون روز شما میگی اونی که قمه کشیده، نمیدونم چیه، اجتماعی رو به هم ریخته، باید قصاص بشه. ولی امروز میبینید، بعد مثال میزنه که یکی اومد به مولانا نصرالدین گفت که گاو شما زده، گاو ما رو کشته، قصاص بدیم، میدید یا نمیدید؟ بعد گفت نه، گفت که بابا گاو ما زده گاو شما. گفت بله، اصلا فتوا هست که باید بدید. کارمون خیلی خرابه دوستان. یه عکسی هم بود که نشون دادم قبلا اینجا، ولی بهتون گفتم یه مصاحبه احمدی نژاد بعد از اینکه صلاحیتش رد شد و نتونست برای بار سوم در انتخابات شرکت کنه انجام داده. البته این به اصطلاح اون برنامه گذاره یا اون وبسایت یا تلویزیونه هست، اسمش مثبت جوانان، اسمای مسخره بیمعنی، چون میدونی الان همه چیز شده من و تو پلاس، نمیدونم HBO پلاس، CNN پلاس، این پلاس پلاس ها اومده. ایرانی هم که فقط کارشون تقلید مثبت جوانان، اون وقت خانمه میاد فکر کنه 18 سالشه، تر تر خنده و فلان ها. ولی به حرفای احمدی نژاد دقت کنید، خانمه یه چیزی رو درست گفت، گفت آقا چجوریه که الان رفع صلاحیت شدی داری میسوزی، ولی اون موقعی که تو دوبار انتخاب شدی یه سری دیگه رفع صلاحیت شده بودن. البته احمدی نژاد با زرنگی خاصی اون رو هم پاسخ نمیده، ولی برید ببینید در رابطه با مسکن مهر و اینها و اینکه اوضاع چه خبره و حتی اون بغل کردن مادر شاوز توی ونزوئلا و الی آخر. من برنامه‌ام رو با این شعر که فکر میکنم از سعدی باشه شروع کردم. مرا دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد، وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. این شعر رو من از شاملو شنیده بودم، ولی فکر کنم مال سعدی باشه. شما میدونید شاعر این کی هست،
لطف کنید برای من بنویسید یا پیام بذارید. دوستان پیام میتونید بذارید، حالا یه جایی ما پیاماتون رو ممکنه پست کنیم یا یه جایی تو برنامه ها استفاده کنیم، این از این. ولی در ماهی که گذشت من متاسفانه دوست خوبی رو از دست دادم، آقای فرزاد شبستری، که اگه اشتباه نکنم بیش از 60 تا برنامه هفتگی در تلویزیون مردم داشت و برید اسمشو بزنید فرزاد شبستری، حتما میبینید. این کسیه که اون تفاوت واقعیت و حقیقت رو برای من و شما توضیح داد. بین ما دوستان معروف بود که فرزاد خیلی حرف میزنه، ولی چگونه این بنده خدا به این شکل خیلی سخت از دنیا رفت و اون همیشه این شعر رو میخوند که من فکر کردم با این برنامه امروز رو به پایان برسونم و بازم از شما ممنون باشم، بیشتر از اون بانویی که لطف کرد و حمایتش رو پست کرد. جا داره که باز هم از پتیک عزیز تشکر کنم که من حتی وقتی گفتم آقا من دیگه برنامه ندارم نمیخواد شما حمایت کنی، ایشون گفت من کاری به برنامهات ندارم، این رو من حمایت میفرسم، هر کاری دلت خواست انجام بده. دوستان ایام کریسمس، همین چند روز پیش گویا هانیکا بود مال دوستان کلیمی یهودی، هپی هانیکا به یه دوست کلیمی مسلمونی که خانمش اون که دیگه دین نداره که خانمش یهودی هست، زنگ زدم گفتم بابا خوبه تو زرنگی رفتی با خانم یهودی ازدواج کردی، همش به اصطلاح دینتون جشن و بخور بخور و مهمونی و اینها داره. و هپی هانوکا به این دوستان، حالا یا مری کریسمس، هپی هالیدیز، هر جشنی هست مبارک باشه، ولی یادتون باشه ایام سرد پیش رو است، مواظب این و اون باشید. بهتون گفتم من یکی از کارهایی که به نظرم اومده بد نباشه اینه که توی محلتون توی شهرتون اگه کارگران روزمزدی هستن که میرن یه جایی جلو 7-11 جلو هوم دیپو جلو لوز منتظر میمونن تا یه کار به اصطلاح بنایی معماری بیاد اینا رو ببره، حتی افراد معمولی میرن با ماشین درشون میدارن میبرنشون اینا باغبونی میکنن، هر کاری بنده خدا میکنه که بتونه شب شام ببره خونه، بتونه شب شیر و خوش ببره برای بچهش، بتونه اجارهش رو تأمین کنه. اینا اگه رفتید طرفای زور هنوز اینا وایساده، اینا از 6:30-7 میان که اگه یک کسی بردشون سر کار 7 تا 3 کار کنن 8 ساعت 8 تا 20 8 تا 25 بسازن، بعدم هر روز سر کار نیستن، روز بارونی باشه نمیدونم سرد باشه گرم باشه سر کار نیستن. اگه دیدید اینا وایسادن 10 نفر که هستن 10 تا $10 بهشون بدی میشه $100، بگین بعد مثلا لانچ آن می، یعنی نهار مهمون ما. من با یه دوست دکتری که اومده بود اینجا چند روز با من باشه گفتم بریم اینجا اینجوری این کار انجام بدیم، گفت شما اینا رو مفتخور بار میاری. گفتم یعنی شما که دکتری این همه سال درس خوندی الان تو مغزت فقط این به فکرت رسید که سوربی که $10 میده به این بره نهار بخوره، این فردا که میاد نمیره سر کار $200 در بیاره وای میسه منتظر سوربی که $10 بهش بدن. شرمنده شد گفت من $150 پیدا کنین 15 نفر دیگر رو من نهار بدم و وای میسن. این بیچاره ها وقتی هم سر کار نمیرن سیگار بیشتر میکشن، قهوه بیشتر میخورن، نوشابه بیشتر میخورن و سیگار و قهوه و نوشابه و اینا هم دم 7-11 شما 6 تاشو معمولی میرید بخرید $3، اینا دم 7-11 یکیش میخورن $2. خلاصه به فکر دیگران باشید، من از یکایک شما ممنونم. اگر پولاتونم زیادی بود و نمیدونستید کجا خرجش کنید، نمیخواد برای من کت شلوار و پیرن و کراوات بفرستید، بهترین همونه که چک نقدی پیپل حمایت کنید. پیشا پیش ممنونم از شما، از حمایت شما. و دیدم تو خیلی از برنامه ها میان میشینن یه ربع ساعتی حرف میزنن، بعد میگه پیشاپیش من به شما میخوام سلام کنم، میگه آقا نیم ساعت حرف زدی چه پیشاپیش، این دیگه پسا پسه. دوستان عزیز پس
برنامه‌مون رو با مرا دردی است اندر دل که گرگویم زبان سوزد شروع کردیم، چون واقعا آدم نمیدونه چی بگه. بگی یه جور کباب میشی، نگی یه جور میسوزی. با این برنامه، این شعری که همیشه فرزاد شبستری میگفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست، بعضیا میگن ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. وقتی میگه او، من فکر میکنم کیست درست داره. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. با دوستانتون دوستان مدارا کنید، با دشمنانتون مروت، یا برعکس هر کدومش درسته. اینم با سعدی گفته، نمیدونم چیه راز زندگی این دو حرف است، با دوستان مدارا، با دشمنان مروت. باز هم ممنونم که با تلویزیون مردم بودید. اگر کسی رو میشناسید که مایل هست رسانه خودش رو شروع کنه با یه پلتفرم میدیای رادیو تلویزیونی مردم تیوی و یه پلتفرم خبری مردم ریپورت، بگید با ما تماس بگیره. پس تا بعد، یا به قول ایرانی‌ها در ایران فعلاً.